درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که ترید های خوبی رو تا این لحظه داشته باشید و سود های خوبی رو از بازار دریافت کرده باشید. در مجموع ویدیوهای اکسنس فارسی که برای شما دوستان در کانال یوتیوب قرار میدیم و تهیه میکنیم، طبق معمول ویدیوهایی رو هم از الگوهای کندلی، الگوهای کلاسیک قرار دادیم و ترید های لایف، همچنین وبینارهای گذشته بروکر اکسنس رو در کانال برای شما قرار دادیم. لطفاً اونها رو ببینید، در صورتی که اونها رو مورد پسند شما واقع شد و اونها براتون کاربردی بود، لطفاً لایک رو فراموش نکنید و اونها رو با دوستان خودتون رو هم شیر بفرمایید، چون این ویدیوها رو بنده برای شما به صورت رایگان تهیه میکنم و خب شما هم میتونید اونها رو بدون هیچ هزینه‌ای با دیگران به اشتراک بذارید. لطفاً نظراتتون رو در زیر هر ویدیو برای من بنویسید اگر ویدیوی خاصی مد نظرتون هست، در صورتی که بتونم تهیه بکنم برای شما حتما این کار رو انجام میدم و اگر وقت یاری بکنه و وقت داشته باشیم حتما این کار رو میکنم برای شما. امروز از مجموع ویدیوها قصد دارم برای شما ابزاری رو آموزش بدم که این ابزار بسیار مفید هست برای شما و شما میتونید به صورت یک تستر از اون در روی خود متاتریدر استفاده بکنید. من سایتی رو دیدم در اینترنت، این سایت به نام، اجازه بدید من سایتش رو پیدا بکنم، به نام softforfx.com بود و این سایت رو زمانی که من نگاه کردم ابزار خیلی جالبی رو من در اونجا دیدم به نام softfx simulator و همچنین یکی از دوستان ایرانی در گروه تلگرام این رو شیر کرده بود و من اون رو از اون گروه تلگرام برداشتم و آموزشش رو به صورت دقیق تر برای شما اینجا تهیه کردم، چون فایلی که ایشون شیر کرده بود فایل کامل تری بود و اکتیویشن داشت، یعنی فایل پرداخت شده بود و داخل خود سایت. اگر شما تشریف ببرید در داخل این سایت، شما با نسخه دموش مواجه میشید و میتونید این رو به صورت دمو استفاده بکنید. خب من یک مختصر معرفی بکنم این رو برای شما. این یک اکسپرتی هست که در پوشه اکسپرت ها قرار خواهد گرفت و شما میتونید روی تمام جفت ارزها اونها رو استفاده بکنید، هم از جفت ارزهای فارکس، روی فلزات، روی نفت و روی کریپتوکارنسی ها و همچنین روی ایندکس ها. خدمتتون عرض کنم که میتونید از دیتای خود متاتریدر استفاده بکنید یا اینکه از دیتای بروکرهایی که در سایت معرفی کرده دیتا رو داشته باشید. روی متاتریدر 4 هستش و این در ادامه من برای شما این رو نشون خواهم داد. در تمام تایم فریم ها شما میتونید از اون استفاده کنید یا تایم فریم هایی که خودتون دوست دارید اونها رو داشته باشید، میتونید بر روی اونها این کار رو انجام بدید. امکانات اضافه ای داره، میتونید این سایت رو مطالعه بکنید و از امکانات اون مطلع بشید که چه امکاناتی رو داره این اکسپرت. اینجا به صورت هزینه ای برای شما گذاشته شده، یعنی شما باید پرداخت رو داشته باشید در این سایت اگر بخواید بگیرید، ولی به صورت دمو میتونید به صورت رایگان این رو تست بکنید. ولی در صورتی که شما بخواید هزینه پرداخت کنید باید 99 دلار اینجا بپردازید. اما اون دوستمون، دوست ایرانیمون که در گروه تلگرام این رو قرار داده بودن، فکر میکنم به صورت پرداخت شده بود و شما نیاز به پرداخت این مبلغ نخواهید داشت، یعنی این مبلغ رو پرداخت نمی کنید. خب ما میریم سراغ روش نصب این اندیکاتور. این اندیکاتور شامل دو تا فایل هستش به نام softfxforexsimulator.exe و activation. اینها رو، فایل
EX4 رو در قسمت اکسپرت ها میریزیم و فایل ست رو هم در قسمت ست ها قرار میدیم. خب این رو کپی میکنیم. دوستانی که اطلاع ندارن چطور میشه اکسپرت رو وارد متاتریدر کرد، به ویدئوی ورود و دانلود اکسپرت های رایگان در کانال یوتیوب اکسنس فارسی مراجعه بکنن و از اونجا این رو ببینن. خب ما این رو به بخش اکسپرت ها وارد میکنیم. قبلا من به صورت رایگان این اکسپرت رو وارد کردم، یعنی از دموی این استفاده کردم. همونطور که اینجا ملاحظه میکنید نسخه دموش رو من از سایت دانلود کردم و وارد کردم، ولی خب این نسخهش یک مقدار متفاوت هستش. در اصل تفاوت آنچنانی نداره، ولی خب اکتیویتورش مهم هستش که یک جا اکتیویتور داشته و یک جا نداشته. ما اینجا هم قسمت بعد رو وارد میکنیم، اکتیویشن ست رو وارد میکنیم. در اصل این رو هم مجدد خدمت شما عرض بکنم که اکتیویشن ست تو قسمت پریست باید وارد بشه در متاتریدر در بخش MQL4. بعد از اینکه وارد MQL4 شدیم قسمت پریست و در اینجا اون رو وارد میکنیم. خب به متاتریدرمون مراجعه میکنیم، در اینجا در بخش اکسپرت ها یا بخش ایندیکیتور ما رفرش رو انجام میدیم و این برای ما در اینجا میشینه. اینجا ما میبینید که سیمولیتور رو داریم. چارت طلا رو باز میکنیم، تنظیمات چارتمون رو هم انجام میدیم و این رو در اینجا وارد میکنیم. خب حتما یادتون باشه که گزینه لایو تریدر تیک خورده باشه، allow DLL imports هم تیک خورده باشه. گزینه ایمپورت رو کاری نداریم و از اینجا این رو اوکی میکنیم. عذر میخوام، ست رو باید انجام میدادیم، اینجا مجدد وارد میکنیم. من یادم رفت ست رو انجام بدم. سیمولیتور رو میریزیم، گزینه اینپوت لود رو میزنید از بخش اینپوت و اکتیویشن ست رو وارد میکنید. قسمت ایمیل و اکتیویشن کد به صورت نوشته برای شما اینجا ظاهر میشه، یعنی شما این رو خریداری کردید. به این صورت هستش که برای شما اکتیو میشه و این رو اوکی میکنید. منتظر میمونیم که برای ما لود بکنه. ما از اینجا گزینه نیو سیمولیشن رو میزنیم. در قسمتی که برای ما باز میشه، پنجره که برای ما باز میشه، من اینها رو ببندم، پرووایدر رو از اینجا انتخاب میکنید. ما روی گزینه متا تریدر قرار میدیم چون میخوایم دیتا ها رو از متا تریدر ما دریافت بکنه. اگر شما خواستین از جای دیگه دریافت بکنه میتونید رو دوکاسکوپی یا ترو افیکس قرار بدید، ولی خب اینجا ما روی متا تریدر قرار میدیم. در گزینه بعد شما میتونید از اینجا از جفت ارزهایی که وجود داره انتخاب بکنید. این جفت ارزها چطور هستش؟ این جفت ارزها هم به صورت بیت کوین هستش، همونطور که عرض کردم اولتون میتونید جفت ارزهایی رو انتخاب بکنید، ولی خب اینجا در حال حاضر اینها قرار داره. شما میتونید طلا رو من انتخاب میکنم چون چارت طلا من باز کردم، میتونید جفت ارز دیگه رو هم انتخاب بکنید. تاریخی که میخواین از اون زمان برای شما به صورت سیمولیشن در بیاره، یعنی برای شما نشون بده، از اونجا انتخاب میکنید این تاریخ رو. من
مثلا میخوام از تاریخ اینجا تاریخ 2020 رو داره، چارت طلای من توی این بروکر برای من تاریخ 2020 رو داره. اگر چون این بروکر این متا تریدر رو تازه نصب کردیم، در این تاریخ نصب کردیم، ما از همون تاریخ برای ما اومده. اگر شما متا تریدر قدیمی تری رو دارین میتونه برای شما دانلود بکنه. این رو من انتخاب میکنم، از همین تاریخ 2020. کارنسیمون هم یورو بی یو اس دی هست. بالانسمون رو از اینجا میتونیم تنظیم کنیم. بالانس رو مثلا روی $1000 من قرار میدم، شما میتونید هر بالانسی رو که خواستید تنظیم کنید. از اینجا پایان شبیه سازی یا سیمولیشن رو هم انتخاب میکنید، 11/2/2021. من از اینجا بله این تا این تاریخ لود شده، یعنی تا این تاریخ داره طلا رو روی این بروکر. ادوانس سیتینگ رو انتخاب میکنید، پیپ سایز رو چند برای شما در نظر بگیره، لات سایز رو انتخاب میکنید، مثلا سایز من هست 1. میتونید اینها رو دست نزنید، میتونید به صورت تنظیمی که شما نیاز دارید انتخاب بکنید. من یه چیز یادم رفت خدمتتون عرض کنم، تیک سایز رو هم روی تایم فریم 1 بذارین یا رو تایم فریمی که میخواین، ولی خب روی 1 دقیقه باشه بهتر هستش. از اینجا لیوریج رو هم انتخاب میکنید و اسپرد هم که خب به صورت پوینت هستش، من اینجا میذارم روی 20. اگر میخواین کمیشن رو انتخاب بکنید، اینجا هم کمیشن رو انتخاب میکنید، یعنی اگر در معاملاتتون میخواید کمیشن گرفته بشه که شبیه سازی بشه، از اینجا اون رو انتخاب میکنید و بقیهش رو هم دست نمیزنید و استارت سیمولیشن رو انجام میدید. از اینجا آل تیکت رو میتونید انتخاب بکنید یا بر مبنای اوپن های لو کلوز رو انتخاب بکنید. آل تیکت رو انتخاب میکنیم و جنریت رو میزنیم. در اینجا پیام تیک جنریشن کامپلیت رو برای ما داد و از ما میخواد که استارت سیمولیشن رو انتخاب کنیم. ما هم انتخاب میکنیم اینجا رو. بر روی طلا فکر میکنم در این بروکر چون ما دیتای خیلی کمی داشتیم چارتش رو باز نکرد. اجازه بدید من طلا رو عوض بکنم. من اینجا رو میبندم و نیو سیمولیشن رو انتخاب میکنم. از اینجا یورو به دلار رو انتخاب میکنیم. تایم فریمش رو هم این رو هم من تغییر میدم روی 1 ساعته. ببینم اویلیبل دیت از 6/5/2020 هست، اگر 1 دقیقه ای رو بذاریم 17/8/2020. خب از روی 1 ساعته میذاریم که دیتای بیشتری رو داشته باشیم. اند سیمولیشن رو هم جا قرار میدیم، بقیهش رو هم دست نمیزنیم و استارت میکنیم. Generate. امیدوارم که این دفعه باز بکنه. خب برای ما باز نکرد متاسفانه. دوستان گرامی، من عذر میخوام، ویدیو رو پاوز کردم و مشکل این رو پیدا کردم که چرا باز نمیکنه برای ما چارت رو. من مجدد برای شما سریعا توضیح خواهم داد. بعد از اینکه شما لود کردین و اکتیویشن رو انتخاب کردین، برای شما این لود میشه. در صورتی که چارت برای ما لود نشد بعد از اینکه ما نیو سیمولیشن رو زدیم، من سریعا مراحل رو مجدد میرم. اینجا بر روی طلا قرار میدم، چارت 1 دقیقه ای، و از تاریخ 4/11 تا آخر و اوکی میکنم. بر اساس آل تیکت رو انتخاب میکنم، جنریت میکنیم. نرم افزار به ما توضیح داده که اگر بعد از استارت سیمولیشن ما استارت رو زدیم و چارتی برای ما باز نشد، ما باید از قسمت آفلاین
از قسمت فایل گزینه اوپن آفلاین رو انتخاب بکنیم و از اینجا اون چارت رو باز بکنیم. ولی این کار رو شما انجام ندید، شما از این قسمت این کار رو انجام بدید، از بخش چارت بر روی خود نرم افزار بخش چارت رو میزنید. از اینجا توضیحاتی که من خدمتون عرض کردم اینجا نوشته شده، چارتتون رو دورش رو انتخاب میکنید. من اینجا دوره یک دقیقه رو انتخاب میکنم. شما میتونید از اینجا بخش تایم فریم ها رو بر حسب دقیقه، تایم فریم مورد نظرتون، یا بر حسب ساعت، یا تایم فریم بر حسب روزانه‌تون رو تعیین بکنید. من روی یک دقیقه قرار میدم و از اینجا گزینه اد رو میزنم. آفلاین ما الان ایجاد میشه و من با کلیک بر روی بخش اوپن در این قسمت چارتمون رو داریم. این رو کلوز میکنیم. از اینجا میتونید چارتمون رو تنظیماتش رو انجام بدیم. اگر خواستین میتونید تمپلیت های مورد نظرتون رو بیارین بر روی چارت قرار بدین، یا اندیکاتور های مورد نظرتون رو بر روی چارت قرار بدین. از این قسمت شما میتونید لات رو تنظیم بکنید، از در قسمت بعدی میتونید استاپ لات رو تنظیم بکنید، تیپی رو تنظیم بکنید. بخش ویژوال مود رو داره، ویژوال مود رو میتونید تنظیم بکنید. ویژوال مود این بخش ها خاموش میشه و فقط لات رو خواهید داشت. تمپلیت رو دارید، میتونید از اینجا تمپلیت رو اپلای بکنید یا تمپلیت رو بسازید، ولی خب اینها زیاد استفاده نداره. بخش ترید رو داریم که بعداً برای ما ترید های باز شده، هیستوری ترید ها، ترید های بسته شده و بقیه رو نشون میده. و خب اینجا هم که کاری انجام ندیدیم، بخش چارت رو هم که با هم دیدیم از این قسمت، میتونید چارت های دیگه رو هم ایجاد بکنید علاوه بر اینها. مثلا چارت 5 دقیقه و اد کنید، چارت 5 دقیقه هم برای ما در کنارش باز میشه. ما بر روی چارت یک دقیقه ایمون شروع میکنیم. میتونیم با نکست بار به صورت دستی کندل ها رو بالا ببریم، یا پریویوس بار، پریویو منظور کندل قبلیه، این کندل رو برگردونیم. اینجا هم استاندارد چارت هست که میتونید که سویچ بکنیم روی این یکی که اینجا ما ایجادش کردیم. اینجا اگر چند تا ایجاد میکردید، در اینجا چند تا ما داشتیم. خب ما از اینجا وارد میشیم، از اینجا میتونید بای و سل رو بزنید و اعمال بشه، پندینگ قرار بدیم و اکانتمون رو وضعیتش رو میبینیم. و خب سیو هم داره که میتونیم به صورت ریپورت رو بگیریم و این سیمولیترمون رو هم سیو بکنیم. خب از اینجا ما یک قسمت، این قسمت بالا داریم که برای ما نوشته شده، میتونید با فشردن گزینه یک این قسمت رو به سمت چپ منتقل بکنید، همچنین با فشردن گزینه 3 به پایین، و 4 هم به سمت راست انتقال بدید. یعنی این برای شما گذاشته شده که کجا راحته این رو داشته باشید. خب ما از اینجا شروع میکنیم. از اینجا ما این رو اگر پلی بکنیم، این در تایم واقعی بالا پایین میشه. میتونیم این رو سرعتش رو بالا پایین بکنیم و حتی به صورت دستی این رو انجام بدیم. ما اینجا این رو پاوزش میکنیم و به صورت دستی انجام میدیم. ما مثلا اینجا یه ترید سل رو میگیریم، اینجا برای ما ترید سل انجام میشه، ما این رو اکسپت میکنیم. اینجا چون گزینه ویژوال مود روشن بود، برای ما سریعا ترید رو میذاره. ما میتونیم با موسمون این رو بالا پایین ببریم، چه موقع؟ قبل از اینکه اون قسمت برای ما ظاهر بشه، قبل از اینکه ما تاییدش بکنیم. حالا من مجدد ترید بعدی رو خواهم گرفت و شما خواهید دید. از اینجا گزینه ویژوال مود، از میخوام در اینجا گزینه استاپ لاس رو ما تعیین میکنیم براش. مثلا من اینجا براش میذارم 60 تا و تیپیمون رو هم بذاریم 50 تا. با رفتن به کندل بعد ترید ما بسته شد. هم مجدد یک ترید رو انجام خواهم داد. این رو برای گزینه ویژوال میزنیم،
و ما اینجا سل رو انجام میدیم. ببینید در اینجا سل اومده، در اینجا استاپ لاس و تی پی رو برای ما قرار داده بر اساس اون درصد هایی که به صورت اتومات اونجا بوده. ما از اینجا باید بتونیم این رو جابجا بکنیم. من تیکا رو مجدد میزنم که شما خطوط رو ببینید و با موس میتونیم از اینجا اونها رو جابجا بکنیم. من استاپ رو مثلا اینجا قرار میدم، تیپیمون رو هم پایین تر قرار میدم در این نقطه و این رو اکسپت میکنیم. مجدد برمیگرده و ما کندل به کندل این رو جلو میبریم. میبینید که اینجا خب تیپی ما زده میشه. مجدد وارد معامله سل میشم. اینجا یک معامله دیگه برای شما انجام میدیم و تیپی رو پایین تر میذارم و استاپ رو هم بالاتر میذارم. رو اکسپت میکنیم. استاپ رو پایین تر میذاریم. باز میخوام اینا، من سل رو زدم به این صورت. و از اینجا میتونیم مجدد وارد بشیم و تیپیمون زده میشه. یک مورد دیگه اینها رو هم برای شما توضیح بدم. مثلا اینجا ما بای میزنیم، اجازه بدید این رو من کنسل کنم، ویژوال مود رو خاموش کنم. من اینجا بای میزنم، بر اساس این مواردی که تنظیم کردیم بایمون زده میشه. سل میزنم، بای سل بای سل و این رو ران میکنیم. این خیلی نزدیک بود و بسته شد. من میخواستم برای شما کلوز لاست و کلوز آل رو نشون بدم. اینجا ها رو زیادتر میکنیم. چند مورد بای سل رو میزنیم. همونطور که ملاحظه میفرمایید در بخش ترید معاملات باز ما در اینجا هستش، اینهایی که ما الان انجام دادیم. خب من این رو ران میکنم به صورت اتوماتیک و من میخوام تمامش بسته بشه. از اینجا گزینه کلوز آل رو انتخاب میکنم و تمام ترید ها بسته خواهد شد. با زدن این گزینه تمام ترید ها بسته میشه. میتونید در قسمت ترید به بخش هیستوری هم دسترسی داشته باشید، از قسمت هیستوری آن چارت. خب امیدوارم که این آموزش بتونه برای شما مفید واقع شده باشه. تا آموزش بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و من عذرخواهی میکنم از اینکه این سیمولیتور یک مقدار اذیت کرد، ولی خب ایرادات این سیمولیتور را هم با هم پیدا کردیم، چون که وقتی که باز نمیکنه حتی خود نرم افزار راهنمایی کرده که شما باید برین از بخش فایل این کار را انجام بدین، ولی خب در اصل اگر مستقیما به بخش فایل بخش آفلاین مراجعه بکنید اون کار انجام نخواهد شد و حتما همونطور که عرض کردم خدمتتون اون رو انجام بدین. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.